هوشمندی که به یک مرحله از علم و دانش میرسه باید یه تز دکترا بنویسه. اینی که غرب داره از ما گرفته. حتی لباسی که میپوشن لباس پول سیناست و اینی که رو سرشون میذارن همون دستار پور سیما ناست. این دستار پور سینا است. تا قرن 18 خود اینها میگفتن که لباس پور سینا رو ما به کسی میدیم که دکتر میشه، یعنی مجتهد میشه، یعنی به درجه اجتهاد میرسه. دکترا نیز تقلید از فرهنگ و تمدن آریایی و دانشکده‌های جندی چاپور است. وقتی که طرف فارغ التحصیل از دانشگاه میشد مجتهد میشد و یه تزی بایستی مینوشت میداد و دکتر میشد و غیره، و اون تز رو بهش میگفتن رساله عربا، رسالتون، یعنی اون نامه اونو رساله. میگن آقا رساله دکتراتتو نوشتی؟ حال کتاب تا رسالت آکی بله هون ندافع رسالت، بیا اینجا دفاع کن از رساله خود. این رساله مد بود در ایران. پور سینا و خیلی دیگه، یکی از کتاباش رساله هست، رساله شیخ و رئیس پور سینا. ولی اون رساله علم دانشه، مثل که میگه قانون فی طب، قانون در طب، قانون در پزشکی. کل کتاب نوشته، 6-7 جلد هم چاپ شده، قانون طب در پزشکی است. کتاب قانونی نیست، شفاش مال قانونه. قانون طب رو که میگه قانون پزشکی رو نوشته. از جمله کتاب‌های دیگه‌اش رساله است. در این رساله هم بحث‌های فلسفی داره چیده. این خلاصه ای افکار اندیشه است که بهش میگن رساله. این رساله مد بود که می‌نوشتن تا نشون بدن دانشمندن. همه هم این رساله رو داشتن و دارن. مثلا تمهیدات عین القضات رو شما بگید رساله‌اش. متوجه بشین عین القضات، سهروردی. همه علمای آریای ایرانی که حتی بعضی وقتا به زبان عربی هم می‌نوشتن، این اطروحه، این رساله، این تز رو داشتن. خب از زمانی که انگلیس میاد، برادران شرلی اینا میان تو ایران و ایران میخوان ترتیب شو بدن که اینا برن با عثمانی درگیر بشن به جنگن و فلان، اینا از کاملا میخوان ایران رو با اسرائیل کار کنه به جنگ، جنگ ایران و اسرائیل را بندازه. این انگلیسی یا غربی یا روم، این روم هست که ضد یهودیه، ما نیستیم که، ایرانی نیست که. این رومی که همیشه قتل عام کرده یهودی ها رو از طریق عرب، از طریق ایران، اصلا اون قدیم جنگ های صلیبی اینا همه به خاطر ضدیت با یهود بود. جنگ های صلیبی ضدیت با یهود بود. گفتن یهودی ها باکتری آوردن، ویروس آوردن، میکروب آوردن، وبا آوردن، فلان، میخواستن یهودی ها رو بکشن. هرچه بدبخت خود رو گفتن یه غربی ها. بعد خب خرام دنبالش هم میرفت دیگه. خره وقتی میاد میگه بیماری رو آورده، عرب فلان فلان دنبالش میره. حالا زمانی که اینا میخوان عثمانیان رو نابود کنن، چون عثمانیان دارن با یهودی و مسیحی کار میکنن، قتل عام ایران هم داره کار میکنه، اولا میان مسیحیان میارن تو جلفا از جدا میکنن. حالا گفت اونجا میان با این آینهای تاسو و آشرو و محرم و علم و کتل و اینا رو که میارن از سینه زنی زنجیر زنی، این همه مال کلیساست، نشون دادم بهتون، مال کلیساست. الان هنوز که هنوز در شهرهای در اسپانیا و انگلستان برای عیسی مسیح این کار رو میکنن. خب اینها در چنین شرایطی میان این جریان علم و دانش آریایی ایرانی که وارد اسلام هم شده که نوشتن یک تز دکتراست رساله است، این هم میان منحرفش میکنن. شیخ بها که از علمای دربار مجلسی هم که بهتون گفتم از اصل انگلیسی بودن، نه اینکه انگلیسی که میگه انگلیسی بوده مثل خمینی که اصلا انگلیسی زاده است، تبارش تبار انگلیسی، مثل که جلیلی داریجانی نه او عراقیه ای کابولیه، او تبارش تبار مجلسی های انگلیسیه. برید مطالعه کنید، پخش کردیم تو برنامه من، برید آرشیو ما رو بخونید روی اوستا دات نت که برید آرشیو ما رو دارید. ما دو تا از بزرگترین سایت های ما، کانال های اصلی ما در یوتیوب زده شد، یعنی میدونید همین که الان صاحب تلگرام رو دستگیرش کردن، پاول گروف رو تسکیر کردن به خاطر که نمیداد به اینها اونی که میخواستن،
از اون طرف اینا عملا با همن. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يواصل دفاعه عن مؤسس تيليجرام بافيل دوروف بعد القبض عليه في فرنسا بسبب رفض تيليجرام التعاون مع سلطات البلاد وتعارضه مع سياساتها. ماسك نشرت حتى تمام دولت های جهان هم زورشون به این مرد نمیرسه. پاول دروف مرموزترین آدم کره زمین. حتی دروف رو با تلگرام میشناسید، ولی تو این اپلیکیشن همه کاره و هیچ کار است. در اصل ایشون مدیر بازاریابی تلگرامه، ولی تمام کد نویسی هاش بر عهده برادرش و 20 تا مهندس خبره دیگه است. حالا هم فرانسه بازداشتش کرده. پاول دروف واقعا عجیبه. اون زن نداره اما 100 تا بچه داره که به صورت لقاح مصنوعی به دنیا آمدن و دروف فقط پدر بیولوژیکی اون است. ایشون تمام ثروتش رو به صورت بیت کوین ذخیره میکنه که دست هیچ دولتی به پولاش نرسه و کلا نه زمین داره نه خونه و نه هیچ ملک و املاکی. دروف در مصاحبه گفته تمام طول سال رو در سفره و به تمام کشورهای دنیا سفر کرده. یعنی همهشون با همن. بهتونم قبلا هم گفتم میدونم میدونید نمیدونید، بخوان یک کانال ببندن خیلی راحت میگردن توی کانال تو یک موسیقی 5 ثانیه 10 ثانیه از یکی سیز پخش کردی گذاشتی اونجا، 5 سالی موسیقی اونجاست، 10 سال اونجاست، فوری یک اختار میدن یه موسیقی دیگه پس پیدا میکنن تو داری. یعنی تو برنامه ما شما ببینید بعضی وقتا یک موسیقی دیرینگ یک پخش میشه 10 ثانیه 10 دقیقه، حتی بعضی وقتا مال بچه خودمون دیگه گرفتنشون کار کردن یا خارجی یا زیر یک برنامه گذاشتی تو وقتی که تو حدود 40-50 هزار تا ویدیو داری توی کانالا از اینا زیاد پیدا میشه. هست اونا همه رو تو آب نمک خوابونده تا در فرمان میاد که آقا پزشکیان شده باید الان صاف بشه. ما الان شما ببینید یک ادعی رو یوتیوبشون رو بستن، از جمله مهدیوی ما که اصلی ترین بود. ما چندین هزار تا روی یوتیوب مهدیوی ویدیو داشتیم. ما از اولین ما زیر 100 کسایی بودیم که از یوتیوب استفاده میکردیم. چندین هزار تا داشتیم و حدود 300 هزار تا شماها عضو ما بودید. 300 هزار نفر زدنش. یعنی مساق جمهوری اسلامی خط میده الان جمهوری اسلامی اتنه تو تمام این چیزا شریکه، سرمایه گذاری کرده است، پول گذاشته. حالا درسته میگن آقا واتساپ اینجا ضعیف و ضعیف و خودشون که استفاده میکنن، خودشون برای کار خودشون استفاده میکنن، بعدم فیلتر شکن هست که پول بسازن، بازم به پول سازیه. بعد دیگه وارد بحث رو بخوام بگم، خلاصه یوتیوب های ما رو دو تا از کانال های بزرگ و 3 تا که خیلی 300 هزار تا عضو داشتیم، آوا ایران، پرشین سی ان ان و مهتیوی بستن. الان جای اینو چیز دیگه هست که بوده ولی جدیده. شما ببینید که میگن 100 تا دیدن 10 تا عضو، حالا میتونید ببینید. ولی میخوام بگم اینا وقتی که میخوان ترتیب بدن حتی ایشون هم ترتیب میدن، چون نظم جهانی است. حالا رساله ای که اینها میان علم و دانش رو ور میدارن. الان مثلا اگر مال ما رو میزنن و مال خردمندان دیگه، دوستان دیگه ما رو که اندیشمندن خردمندن دارن خرد رو پخش کنن ور میدارن، یه اون ولی عصر امام زمان حاجبان جتی و مهده بر ببین چه یوتیوب چه ما تیک تاک رو ببین او یا فاطمه زهرا، بله اون این فاطمه زهرا چقدر همون چی که سینه زنها رو میارن تو خیامونای نیویورک و پاریس و لندن، ما هم خردمندان رو از شبکه های جهانیشون قبل نه رو من به شما گفته بودم حذف میکنن. همزمان با ما خیلی از رفقای ما، دوستان ما، فرهیختگان رو هم حذف کردن و شما با اینا در تماس باشین، صفحات جدیدشون رو بگیرید تا غیره کمکشون کنید. خب حالا باید خلیت بیاد، یعنی رساله تز دکترای پورسینا باید بره، رساله عملیه آخونده بیاد چخماهی بینیسه. اون تا اون موقع است رساله علمیه، یعنی دانش، علم، خرد. بعد از اون توقف رساله عملیه. این رساله عملیه چیه؟ چجوری ما تحت تو بشوری؟ نماز داری میخونی بادت در رفت، تکلیف چیه؟ نماز داری میخونی نمیدونی رکعت چندمی؟ این مزخرفات. رساله علمی پور سینا سهروردی عین القضات میره جاشو میده به رساله عملیه
همین مزخرفاتی که ننه میرزا عبدالله ببینه اگه عقلش باشه میخنده، اگه میگه وای ما وضو گرفتم اینجوری مست کشیدم یا اینجوری کشیدم یا اونجوری کشیدم. رساله نام میمونه اون میره. مثلا همین الان شما ببینید تو از تو کانال یوتیوب بچه ها مواظب باشید هیچ موزیکی رو موزیک نذارید توش توی برنامه هاتون الا موزیکایی که خود یوتیوب داره. خود یوتیوب یک سری موزیک اجازه داده شده داره، اتوریزه داره. شما میخواین موزیک استفاده کنید روی کلیپ هایی که درست میکنید از این موزیک های خود یوتیوب استفاده کنید. همون میگردید پیدا میکنید یه دقیقه داره، 6 دقیقه داره، بزرگ داره، متنوع، همه رقم داره. از موزیک یوتیوب استفاده کنید که یک روز بعد، یک سال، 6 ماه، 20 سال، مال بعد 19 سال اینجوری یهو پیدا میکنه. بختره میده اما یه تو دیدم یک اختار اومد، دیدم 10 سنی یه سو بچه من گفتم چون تصویش کنید آقا نذاشتن 3-4 روزه 3 تا اختار پشت سر هم میبندنت. مواظب باشید ها، یعنی کاراشون علمی انجام میدن، قانونی. شکایت هم بکنی فایده نداره، سابقه شکایت و گهت فایده نداره. ذکاوت میخواد اینجا، ذکاوت داشته باشه. خب حالا رساله عملیه مرجعیت شیعه داده، هر کی از این رساله میگه من تقلید میکنم میگه بیا پولتو بگیر، 50 دلار تو بگیر، بیا وارد ایران بشو. این خریت اینا اینه، تازی وقتی هست اینا انگلیسی هستن، مرجعیت حوزه علمیه ولایت فقیه وقتی که ریشه و اساس و پایش این هست برای اساس هم دو استوار دنبال میشه. برای که شما خوش نکنید دلتونو به این که مرجع تقلید شیعه امروز اینه بره جاش یکی دیگه بیاد بهتر میشه. همین آش و همین کاسه است. تو تا بلند نشی یعقوبوار، ابو مسلم خراسانیوار، قرامتوار، رضا شاهوار، نادر شاهگونه، بیگانه را از ایران بیرون نکنی، شیخ و آخوند و فقیه و حوزه علمیه و تا اینا را به گور تاریخ نریزید، خمینی بره خامنه ای میاد، خامنه ای بره مجتبی نیاد، آقای عرافی میاد یا یک آخوند دیگه میاد که اینقدر داد زده، مثل همین آقای پزشکیان چقدر داد و فریاد میزد. من خودم میگفتم بابا که عجب آدم شجاعیه، بابا دمش گرم. همون موقع وقتی فوش خواهم با تو هم زدم دو سه بار بهش گفتم ایوالله، ولی یه هم میبینه همین ایوالله میزنن شاید جو تو به تو. حالا آخوند و شیخ و مولا شما فکر نکنید یه علی خامنه ای بره، آخوندیسم بایست از ایران بره، روحانیت بایستی بره، مرجعیت بایست بره، ولایت فقیه بایست بره، رساله عملیه بایستی بره، رساله های علمیه پور سینا جاشو بگیره. این دانش هست که امروز به شما میدم بچه ها. این درس امروزی که از اندیشگاه اوستا میشنوید میگیرید، فرزندان نازنین من، اساتید بزرگوار من، این رو خیلی مهمه روش کار کنید، روش کار کنید. اینقدر شیخ و ملا براتون بزرگ کردن توی چند سال که حد نداره. یارو اومده شیخی آخونده ملای باریش با اون سیاه سفید حرفای زده علیه او، فوش داده به او، نتم دلت خوش شده، حتی بچه های نوای خمینی آقا فوش آقا میاد خوشت میاد، میگه بابا چی حرفای نره، گوش نکنید، بریزید در جایی که دستشوی میرید. شیخ و ملا من یادم میاد پرویز خرسند، آنجا که حق پیروز است، رفیق من بود، برادرش احمد خرسند رو کشتن اوایل انقلاب، با برادر من همسلول بود در مشهد، احمد و شبانه کشتنش، روانش شد. پرویز خرسند زیبا می‌نوشت اون موقع و حابیل و قابیل کار اونه، برید گوش کنید حابیل و قابیل. یادم میاد اون سالا یه روز به من گفت که بیا من میخوام بیام دیدن علی تهرانی. فکر کرواتی ها الان فکرم زنده است. پرویز جان هر جا هستی درود برات دارم عزیزم. بچه این پیام و این برنامه رو اگر میبینید در مشهد، پرویز خرسند هر کجا که هست درود من رو بهش برسونید. رفتیم دیدن علی تهرانی،
پیش علی تهرانی کردن، علی تهرانی از این تعریف کرد، گفت این کتابایی که تو نوشتی تیتراش اینجا خیلی قشنگه، خوبه، فلانه، اینا منم اونو نوشتم، دیدی؟ گفت آره دیدم اینا، ولی آقای تهرانی